روز 11 دی کلیات بودجه 98 در مجلس ارتجاع به تصویب رسید، در حالی که تمام باندهای حاکم روی واقعی نبودن اون اتفاق نظر داشتند. اینکه چرا در این صورت مجلس آخوندی به اون رأی داد بماند، اما بی پاسخ گذاشتن ایراداتی که به خصوص به منابع تأمین بودجه یعنی امکان فروش نفت و گاز و گرفتن مالیات از مردم برمیگشت از یک طرف و دعوای سهم‌خواهی باندهای غارتگر از طرف دیگه، بررسی بودجه رو به صحنه ورشکستگی نظام و قوقای غارتگران تبدیل کرده. گزارشی در این زمینه. روز 12 دی فردین فرمند عضو مجلس ارتجاع که درخواست جلسه غیرعلنی برای بررسی غیرواقعی بودن منابع درآمدی بودجه 98 داشت، در قسمتی از سخنانش گفت: علی عزیز من، جلسه غیرعلنی میخوام که درباره بودجه 98 ما الان وقتی که تلف میکنیم آمریکا داره خوشحال میشه. چرا؟ چون میگه گونه منو خوردن. با 1,000,000 بشکه میبندید یعنی چی؟ مگه شما میدید دارم شما نفت بفروشید؟ بابا نمیخوام حرفا رو باز کنم، از شما خواهش میکنم ببینید آمریکا چیکار کرده. الان گفته که من 8 تا کشور رو بدون مندت مستثنا کردم، 500 نفر گذاشته با این کشورها دونه دونه کار کنن تا جایگزین نفتش رو پیدا کنه، بعد نفت ما رو قطع کنه، میشه صفر. بودجه رو با 1,000,000 بشکه نمیشه بست. جلسه رو غیرعلنی کنید، با هم صحبت کنیم، بعد ببینیم میخوایم چیکار کنیم. محمد رضا سبزعلی پور رئیس مرکز تجارت جهانی رژیم اذعان کرد: باز هم همچون سالهای گذشته متاسفانه لایحه بودجه سال 98 نیز نگران کننده بوده و از قد و قواره قابل قبولی برخوردار نیست و درست عین بودجه سال 97 بسیار ناپخته تنظیم شده است. وی افزود: تنها خبری را که لایحه بودجه 98 نوید می‌دهد این است که دولت با این نوع بودجه بندی باز هم به بیدار کردن دیو خفته تورم، تشدید رکود همه جانبه، افزایش نرخ بیکاری، رشد قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی، همچنین کوچکتر شدن سفره مردم و افزایش نارضایتی در جامعه دامن خواهد زد. در حالی که این کارگزار نظام به فقرزایی بودجه 98 اذعان می‌کند، پاسدار طلایی نیک معاون پارلمانی وزارت دفاع رژیم برای چانه‌زنی بر سر سهم بیشتر برای نیروهای سرکوبگر روز 12 دی به مجلس ارتجاع رفت و خواستار اصلاح بودجه و سهم بیشتر برای نیروهای سرکوبگر شد. در همین حال یک روزنامه باند روحانی خواستخاران بودجه در باند خامنه‌ای را مورد حمله قرار داد و از جمله نوشت: چندین سال است که نهادهای فرهنگی غیر دولتی و اشخاص خاص از کیسه بیت المال بدون پاسخگویی و ارائه گزارش کار به ملت، دولت و مجلس، از خزانه دولت اعتبار و مساعدت مالی در خور توجه بهره مند می شوند. این هزینه های غیر ضروری تا کی ادامه خواهد یافت؟ در اولویت اقتصاد ایران و ایرانی را بایستی دریابد، نه منافع اشخاص خاص. این روزنامه حکومتی اذعان کرد: طی 40 سال پس از انقلاب شکاف طبقاتی همچنان رو به گسترش است و رانتخاران و بهره مندان از درآمدهای بادآورده را می بینیم که همچنان بر اریکه قدرت سوارند. در مقابل رسالت ارگان باند مؤتلفه از رات بزرگتری در بودجه برای دولت روحانی خبر داده و از جمله نوشته بود: شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز معاف از تقسیم سود سهام دولت است. علاوه بر اعداد و ارقام یاد شده، در بالا 14.5% کل صادرات نفت خام و میعانات گازی و نیز 14.5% صادرات گاز به عنوان پیشبینی هزینه های این دو شرکت معظم در بودجه 98 پذیرفته شده است. این روزنامه افزوده: آیا می شود گفت با این 14.5% چه کسی برای چه بودجه می گیرد؟